اکرمو دوست دارم ماما. اکرم منو دوست داره. دوست داشتم میدونی یعنی چی؟ میخوای دعوا کنی؟ میخوای مادر و پسر کلاشون بره تو هم؟ هر جور میلته. اما یادت باشه زمین به آسمون بره، آسمون به زمین بیاد. به اسماعیل قسم، به اسماعیل قسم، من وابده نیستم. طبق قرارمون پس فردا که سقط جنین انجام شد قرار محضرخونه سر جاشه، قرار طلاق. کی همچی قول قراری گذاشته؟ من. محمد گوشه بده اکرم. امیر حافظه. الو. میشنوم بگو. اگه شنیده بودی که گوشه داده بودی بهش. نیستش اکرم. تو یکی دیگه ادا در نیرو. به خدا نیستش. یعنی چی نیستش فشبی؟ میدونی در اتاقش بسته بود. Piero. سلام. سلام. خیلی ممنون. خدا رو شکر خطر رفع شد. هم قرص کم خورده بود، هم زود رسوندیمش. دارن معده‌ش رو شستشو میدن. میرم یه دست لباس براش بیارم. این لباس عروس آینه دقه تو تنش. یا مرد گفتن که حالش خوبه، خودت از دست میری یا یادم نمیاد وصیتت کرده باشم به کفر، به حماقت. همه یه قلم رو کم داشتیم. چی فکر کردی پیش خودت؟ تو فقط واسه خودت نیستی، واسه منم هستی لاکردار، واسه اقدس بیچاره. آدم سنگ بشه پدر نشه. میدونی تو دلم چه خبره؟ درد رو دلم میزنی، قرص میخوری. لا 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 لا. قرص اولو خوردم که بخوابم. قرص دومم خوردم که بیشتر بخوابم. قرص سوم من مردم آقا جون. حلوامم پختم. ببخش که میگم، ببخش که به قول شما حیا رو قورت دادم. من میمیرم، من بی شوهرم میمیرم. آقا جون چجوری برو خودم نیارم، چجوری برو خودم نیارم و از روی این تخت باشم، دوره بیافتم تو شهر واسه پیدا کردن مثل و طلاق گرفتن از امیر حافظ که جونمه. چجوری یه سال دیگه، 2 سال دیگه ببینم دست یه زن دیگه تو دستشون منتظر بچه‌شه، با زنش بیاد تو خونم و بگه سلام دخترمو. به منی که انقدر خست نیستم به امیر حافظ، به منی که حتی چش ندارم زبون یکی به تعریفش باز بشه. من مردم آقا جون، من تمومم. من تمومم. اون قدیما رو یادتونه؟ من خیلی چیزا یادمه. تو کدومو میگی؟ وقتی اول دبستان بودم، وقتی تازه رفته بودم مدرسه، یه کلاس دومیه بود که همون روز اول مدرسه همینجوری الکی، انگار که از من خوشش نمیومد، اومد و سر به سرم گذاشت. اون روزا روزای بعدش انقدر به اون هیکل گندش اذیتم کرد و زد پس گردنم که دیگه از مدرسه زده شدم. اون روز صبح اسماعیل پکر ماد سر کار و گفت حریف امیر حافظ نیستم، بریم مدرسه. اومدم خونتون. دیدی یادمه؟ اونقدر سماجت کردید که بالاخره از زیر زبونم کشیدید که دردم چیه. گفتید که زیر بار حرف زور نرم. گفتید برو مدرسه، زن که خود پسر گنده رو بکشی گوشه و برو تو شکمش. گفتم زورم نمیرسه. گفتید تو برو جلو، منم پشتتم. زنگ آخر که خود رفتم تو شکم پسره. اولش خوردم، ولی بعد که دیدم شما اونور خیابون وایسادید و دارید نگاه میکنید، همچی جونی گرفتم که پهن زمینش کردم. وقتی از روش بلند شدم، شما هنوز اونور خیابون وایساده بودید. اکرم زنمه، دوستش دارم. ببخشید آخ، ولی اونم منو دوست داره. پشتم وایسیدم، اون مثل همون زنگ آخر جلوی مدرسه. بذاری جون بگیرم. شما پشتم باشید دنیا پشتمه. شما پشتم باشید همین الان، همین امشب که 2 ساعت مونده تا صبح، زنمو برمیدارم و میبرم تو خونه خودم. خونه بابامم نه، خونه خودم. حتی اگه اتاق کوچیک باشه گوشه کارخونه. اتاق قدیم ناصر خان. همین الان. سلام، حاج خانم گلم. سلام. بیا تو. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ بیا تو. خداحافظ. به سلامت، زحمت کشید. خداحافظ. آقا جون خداحافظ. خواهش میکنم عمو جون، نگام کن، یه چیزی بگو. عمو بزرگی کن. عمو این اکرم میمیره. ببین دارم میگم، نذار بدبخشیم، نذار سیاهشیم. عمو، عمو از امروز تا 1000 سال دیگه اگه اکرم طوریش بشه شما مقصری. بزنه به سر شما مقصری. شما که ترسیدی مقصری. شما که زنگ آخر بیرون مدرسه وای نستادی و پشتمو خالی کردی، شما مقصری. بریم. میخوادت امیر حافظ، میخوادت تا میخوایش. هرچی شما بگید. گوره بابای من! تو میخوایش؟ بی اولاد، بی بچه، میخوایش؟ بله. بابا شر درست نکنید. باید مطمئن بشم. چاله داره، چاه داره، درد سرم داره. اگه امشب با اکرم رفتی دیگه همیشه باید باش بری. باشی من امشب پشتتم. اگه جر بزنی، اگه وسط شونه خالی کنی یا اکرم دراز شه، چشم رو همه چی میبندم. میشم یه آدم غریبه، میشم شمرزل جوشن. اگه الان رفتی تا آخرش باید بری. قبول؟ قبول. کلید خونه مامان لطیفه. سلام. سلام زن داداش. سلام داداش. سلام. سلام. علیکم سلام. خب همه چی معلومه. دو تا 4 تا. بزرگتر غضب میکنه، کوچیکتر چشمایی میندازه. داداش من بای همه چی هستم، بای غضبت، اینکه چک و لگد نثارم کنی، اینکه بد و بیرا بارم کنی. داداش من پای همه چی هستم. به حضرت عباس قسم خم به ابرو نمیارم. پای همه چی هستم. الا اینکه نگاه تو از روم برگردونی. داداش من اول بپرس اکرم کجاست، جواب بگیر، بعد تا خود صبح حرف از برادری و بزرگتری و رفاقت بزن. اکرم اگه کجاست؟ پیش شوهرش، خونه شوهرش. حالا از برادری بگو. بگو. شما چتونه؟ مگه عقل از سرتون پریده؟ چرا چشم روی همدیگه میبندین؟ والا من نفهمیدم. بزرگ یا سویچو برد و داد به امیر حافظ. سویچو داد؟ با ماشین کجا رفتن؟ خونه بزرگ بودی؟ تحویلت نگرفت؟ عیبی نداره، بالاخره ناراحتن، ناراحت و بزرگتر. خب ما هم ناراحتیم. تو که میدونی من چقدر اکرم و دوستش دارم. خوب کردی رفتی، قرار نیست بینمون کدورتی باشه. فردا صبح منم میرم خونه‌شون. ما به هم عادت داریم، دلبسته همیم. یعنی از وقتی اومدیم خونه و تو رفتی من وقت داشتم واسه فکر کردن. ایشالله که واسه اکرمم یه بخت خوب پیدا شه، که میشه. به خدا حرف نداره تو خانومی. ببین، امیر حافظ تو کل شقی دست کمی از تو نداره. اگه جفتک انداخت قول بده نری تو سینش. یه خورده باهاش را بیا، باهاش نرو سر لج و لجبازی. اون بچه خوبیه، تو باباش بودی که خوب بار اومده. باید دستشو بند کنیم، باید سرشو گرم کنیم. یه دختر خوب براش پیدا میکنیم و میفرستیمش سمت مرد شدن، پدر شدن. زیر سر دارم براش. یعنی چجوری بگم؟ نمیخوام فکر کنی میخوام رو زخم داداشت یا اکرم نمک بریزم، ولی خب باید مواظب امیر حافظ باشیم. ها، راستی خانم مولایی میگفت این قده چرکیه، میشه در آوردش. به قول تو به حرف گربه سیا که اسماعیل جان چیزی شده؟ چیزی شده ها؟ تو چای نذاشتی؟ امیر میگم فکر میکنی ماما اسنا تا الان فهمیدن؟ اینکه چای نذاشتی رو؟ جدی باش. مجوز سخت صادر شده، فردا انجامش میدیم و اروپا که شدی میریم سفر. میریم که از این حال هوا هم در بیای. آخر حتی اگه میترسی به زبون نیار. منم میترسم. منم نگرانم. اما به روم نمیارم. آدم به هر چی فکر کنه سرش میاد. پس بیا به چیزای خوب فکر کنیم. ما دوتا زن و شوهریم. هیچ کم نمیتونه واسه ما مشکل ایجاد کنه. میخوای تو روشون وایسی؟ جلوی پدر مادرت. از خونه شماست؟ بده من. الو. سلام زنم. اکرم چطوره؟ میگه خوبم. به این راحتی ها نیست بزرگ. امسی ول نمیکنه. چی رو ول نمیکنه؟ یه جوری حرف میزنی انگاری که بابا من رفتم. به اکرم یه سری بزن. انسی الو. سلام آقا اسماعیل. ببخشید آقا، انسی خانم صبح تا راه اومده بس نشسته تو اتاق شما بزرگترها. سلام آقا، خسته نباشید. ببخشید. این کاتالوگای جدید آوردم واسهتون. اینا دیدم زنگ نزدید، سفارش بدید. گفتم حتما اهمیت دستگاه‌های مدرن و جدید رو فراموش کردید. آقا من شروع کنم یا شما؟ شما که تمومش کردی بزرگ خان. بریدی و دوختی، یاد دادی. ما عادت به بد حرف زدن نداریم زنده داش. داداش؟ اسماعیل که زبونش تو شکمشه، از حیاشه. منم چیزی به بی‌حیایی نمیزنه. ببین بزرگ خان، من زبون دارم در حد مادر بودنم. من به تو گفته بودم که چه زود شدم تو. چرا نمیذارین حرفمو بزنم؟ برای چی هلک و هلک بلند شدی میونه این همه آدم اومدی اینجا؟ ها؟ ببین زنده داشت، اگرم حرفی هست مردون است بین من و اسماعیل. اگرم میگی بچته و حق داری که داری، اینجا جاش نیست. اینجا جای زن نیست. آخه مگه من خونه ندارم که کله سر بلند شدی اومدی اینجا؟ میخواستم حرف به مامان لطیفه نرسه، که مراعات نکنم، که مراعاتمو نکردی بزرگان. بچه منو انداختی تو چاه. ببین زن داداش، اکرم دیشب تا دم مرگ رفته. اگر زودتر نمیرسوندیمش بیمارستان، اگر قرص زیاد خورده بود، میدونی الان کجا بود؟ مرده شورخونه. اگر مرده شورخونه هم میرفت، اگر تو قبرم میرفت، زیر خاکم میرفت، به زهرا قسم، به فاطمه زهرا قسم، من آدمی نبودم که برم دنبال امیر حافظ اکرم رو ببندم بیخ ریشش، بگم وایسا تو روی انسی و اسماعیل. من تا آخر عمر نوکری بچم رو میکردم و میکنم. اما قصه اینه که خودش خواست، خودش اومد، خودش التماس کرد، خودشم بردش. خودش بردش بعد با ماشین شما؟ با ماشین شما؟ یعنی خودش اومد ماشین شما رو زورکی ازتون گرفت و رفت؟ باور کنم که راضی نبودین؟ راضی شدم. راضی شدین و راهیشون کردین که برن، ولی من راضی نمیشم. کجا؟ بزرگ خان الان کجان؟ خونه پامنار، خونه مامان لطیفه. آقا این دستگاه هایی بذار زندگیشون رو بکنن. نشو آفت زندگی دوتا جوون، نشو آفت برادری من و اسماعیل. اسماعیل تو کجایی مردی که؟ پاشو به اینجا، زنتو جمع کن. ببین بهش بگو پا رو دوم من نذاره، پا رو دوم بچه ها نذاره، پا رو حرمت ها نذاره. شنیدی؟ سلام. سلام. بیا اکرم خانم، اولی مهمون دشت کردیم. حالش زیاد خوب نیست، حال رویش هم میگم. تو خودت هم همچین تعریفی نیستی، هستی؟ سلام مامان. سلام. هنوز یه سوونه ما ندادا زنمون. تو خوبی؟ تا خوب چی باشه؟ غمت نباشه مادر، من دلم روشنه. سرخود شدی ها؟ من امروز ریشه این سرخودی و آتیشش میزنم. من پشتشون رو خالی نمی کنم. پشت بچه ها. این حرف آخرته؟ آره حرف آخرمه. امیر حافظ! امیر بایستا! عیب داره کار دوتا جوان را بندازم. من همین شکلیم. نگفتن و حالت نیستم. حالا تو کنفم کن. زنگ بزن به داداشت بگو زنم و چسبوندم سینه دیوار دلت خنک شه. همانهایی که